خب به سزارتون برسونم که آقای کالدرون وقتی اومدن تهران فکر کنم همون روز اول بود یه بازی داشتن از محل کمپ کردان و تایید کردن که اصلا کمپ در ایران و در تهران و در کردان برگزار شه. بعد که با مسئولین کمپ باشگاه صحبت کرد گفتن در این تاریخی که مورد نظر شما سپاهان رزرو کرده از قبل، لذا یه اخلاقی هم نبود که ما بخوایم با توجه که حوزه تهران بود میتونستیم بالاخره عقب جلو بکنیم، ولی دیگه به همین دلیل اخلاقی نبود و ما تصمیم گرفتیم که اردو رو در خارج از ایران در نزدیکی شهر استانبول هست. نزدیکی شهر جاییست که به لحاظ آب و هوا و به لحاظ وضعیت کمپ بسیار خوبه. درسته. بعد یکم برام توضیح بدین در مورد حضور آقای کالدرون توی پرسپولیس. خب شما با آقای نوری، کاررا و لمونیست هم صحبت کردین. چی شد که اونا نتونستن سرمربی بشن و آقای کالدرون انتخاب کردین؟ و ما فکر میکنم که با 5 نفر در استانبول ظرف یک روز و نصفی با هر کدوم 5 ساعت، 6 ساعت، 4 ساعت جلسات متعددی رو داشتیم. خب در بین این گزینه ها همه با تجربه ای که آدم های کار کرده و با تجربه ای بودن رسیدیم ما به دو گزینه کاررا و آقای کالدرو و بعد از در واقع صحبت هایی که با ایشون شد و همینطور با آقای کاررا نهایتاً ما دیدیم که آقای کالدرون این ظرفیت رو داره که برای پرسپولیس در واقع خیلی بی‌قلقش. درست مثل که رقمش هم خیلی خوب بوده برای بله همکاری باشون. بله دقیقاً رقمش ما شنیدیم که 1 میلیون دلار خودشون و سه تا دستیارشون. آره شاید کمتر. کمتر؟ شاید کمتر. درسته. بعد ایشون به شما قول قهرمانی دادن؟ چون برای پرسپولیس قهرمان شده و هوادارم توقع دارن که بله قاعدتا کار سختیه بعد از این سه قهرمانی پیاپی که پرسپولیس به دست آورده. معمولا خودتون میدونید، یعنی فوتبالی ها میدونن حفظ قهرمانی سختتر از به دست آوردن قهرمانیه. ایشون همون بعد به ورودشون در فرودگاه این نوید رو دادن که تمام تلاششون رو خواهند کرد که این قهرمانی ها تکرار بشه. افتاد که مصاحبه هم کرده بود که اصلا مصاحبه مثل که خوب ترجمه نشده بود و گفته بودن که ایشون مثل که گفته بودن پرسپولیس جزء آلات باشگاهی که خیلی طرفدارای خوبی داره، ولی مترجم مثل که گفته بود که جزء سه تا باشگاه خب هسته جزء سه تا باشگاه برتر دنیا. حالا ببینیم بر صورت اون چیزی که توی رنکینگ و آمار هست فقط به قهرمانی نیست، یعنی به تعداد طرفدارا هست، به تعداد مسابقات هست. رنکینگ فقط به تعداد قهرمانی نیست. درست. چون هواداران ما بسیار زیادن از اون جهت که اولیم تو دنیا. درسته. ولی یه چیزم بگم، فکر کنم همسایه باشگاه پرسپولیس هم دیگه راحت شد آقای کالدرون اومد دیگه. اون خانومی که شیلنگ گرفته بود و خلاص هوادارا رو متفرق می‌کرد. خب به هر صورت هوادارا ما هواداره خاص داریم و هواداره در واقع بسیار خاص داریم. حالا میشه گفتش که گاهن یه اتمسفری نه برای پرسپولیس، برای باشگاه دیگری که در تهران هست این هواشی هست، باید مدیریت کرد، تدبیر کرد و صبوری کرد. درست. که